تنها نشست های دوحه یا قطر سرخط خبرهای افغانستان نیست، بلکه حمله بر خبرنگاران، حمله بر دانشگاه و آموزشگاه، پرتاب راکت در نقاط مختلف پایتخت کابل و همچنان انفجار ماین های مغناطیسی و افزایش جرایم جنایی نیز سرخط خبرهای کشور شده است. اما وضعیت در شمال افغانستان چگونه است؟ جوزجان، ولایتی که در شمال افغانستان موقعیت دارد، در گذشته ها یکی از ولایت نسبتا امن، اما حالا گواه تحرکات بلند طالبان. عملا دو اولسوالی های درزا و قشتیپه این ولایت در دست مخالفان مسلح دولت قرار دارد. در پلوی این مخالفان مسلح دولت هر از گاه در مناطق بسیار استراتژیک جوزجان یورش میبرند و همچنان طالبان مسلح ایست بازرسی یا چک پوینت در بزرگراه بلخ جوزجان در ساحه جوزجان ایجاد کردند. شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان نیز از این موزل یا مشکل مستثنا نیست. ترورهای پیهم و هدفمند، انفجار ماینهای مغناطیسی به یکی از نگرانهای بسیار جدی شهروندان شبرغان مرکز ولایت جوزجان مبدل شده است. سوال این است که چرا به ناامنیهای جوزجان نقطه پایان داده نمیشه؟ مشکل در تشکیلات نظامی است؟ مشکل در سوق اداره یا مدیریت جنگ است؟ یا مشکل در مهمات و عیاشه سربازان است؟ در برنامه امروز یا در گفتگوی ویژه امروز مهمان من عبدالواحد وجدان، فرمانده پلیس ولایت جوزجان هستند. در کنار آقای وجدان، شماری از شهروندان شهر شبرغان نیز حضور پیدا کردند و پرسش‌های امنیتی را اینجا مطرح خواهند کرد. آقای وجدان، سلام بر شما و بسیار تشکر از اینکه در برنامه شما حضور پیدا کردید. سلامت بخیر باشید. ما می‌خوایم که در شروع برنامه در مورد دستاوردهای ملموس اخیر نیروهای امنیتی که پلیس هم شامل از او است اشاره بکنید. شما واقعا چقدر دستاوردهای ملموس دارند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه مسئولین عزیز، خواهرای عزیز، حاضرین در گفتمان امروز، باید پیشی نامتون بخیر. خوش هستم که امروز در جمع شما هستم و آمدیم بود سوالایی که در ذهن شما هست در اون نقطه پایان بگذاریم. تشکر از تلویزیون بیک که ما را دعوت کرد که ما بتونیم که نزدیکی ما بین مردم، همون که میگم پلیس آینه مردم است، همون خواستم نزدیکی خود را نشان بدهم. دیگه تشکری میکنم. در بخش امنیت در ولایت جوزجان این برای کلگی معلوم است، در این اواخر در تمام مملکت ما شما به خاطر امتیازگیری دشمنا میخواهد که امتیازات خود را بالا ببرن و جوزجان هم استثناء از ولایت ها نیست. در جوزجان هم تحرکات خود داشتن، لکن خوشبختانه بگویم که مردم جوزجان، نیروهایی که مستقر در ولایت جوزجان هسته، قاطعانه دفاع کرده و دفاع میکنه. به نتیجه من نمیگم باز کمی و کاستی در سطح نظام، در سطح تشکیلات هست، یه هم برای ما یک نقطه نیست که ما در این تکیه بکنیم که تعداد ما کم است و ما دست بالاشه بشینیم. به فضل خداوند به هو حد که مردم حد میزنه که در جوزجان ناامنی است، نه خیر نیسته و ما فعلا در حضور شما هستم، در سوالاتتان پاسخ میتونم، میتونین که آزادانه سوال بکنین، ما براتون جواب. بله آقای جان، در مورد دستاوردهای ملموس و بزرگ نیروهای امنیتی که پلیس هم شامل از او است، در این اواخر اگر داشته باشین، مثلا پاکسازی اگر مناطق ناامن بوده باشه از وجود مخالفان مسلح دولت، یا اینکه جریان عملیات های نظامی بوده باشه در مناطق ناامن، شما اشاره بکنین. ما در سطح ولایت جوزجان مسئول هستم، میتونه که هر شخص در سطح ولایت جوزجان که 11 واحد اداری است سوال بکنه، در مقابلش ما جوابگوی هستم. دستاوردهایی که در این اواخر ما در سطح ولایت جوزجان داشتیم، به خصوص مدت 2.5 سال میشد که ولسوالی خامیاب ما سقوط بود، که یک ولسوالی استراتژی مرزی بود، ولسوالی قرقین ما در حال محاصره بود که صرف محوطه قماندانی در دست مخالف، در دست دولت بود، دیگه چهار اطرافش در دست مخالفین بود، که خوشبختانه با پلان کاری که ما داشتیم توانستیم که ولسوالی خامیاپا با کلی از وجود دشمن پاکسازی کنیم و ولسوالی قرقین هم همچنان. حال ما میتونیم که از بندر آقینه توسط یک موتر حرکت بکنیم، از بندر ایرتان برایم، در بین را کدام خطر وجود نداره. این یکی از اولیت های کاری ما بود
که ما در قدم اول مرزهای خود باید ما محوطه کنیم و مرزهای ما تحت خطر نباشد، چون که ما یک پلان استراتژی بین مملکت هم داریم. اگر از طرف افغانستان کشور دوست ترکمنستان یا ازبکستان تهدید شود، پس سوال بر ما خلق می شد. ما پلان خود را تطبیق کردیم، انشاءالله در پلان خود موفق هم بودیم. برای کلگی معلوم است فعلا در ولسوالی قرقین و خامیاب ما تهدید صفر است. بله آقای وجدان، از زمان که شما به عنوان فرمانده پلیس ولایت جوزجان گماشته شدین، به نظر شما امنیت جوزجان به کدام طرف روان است؟ خیر، ما اگر از نظر خود برای شما بگویم که نه، ما 100% امنیت تامین کردیم، وام بی عدالتی است. این را میمونیم برای مردم. مردم باید این را بگوید که آیا چقدر کار شده، شما دید بازید با مردم دارین روزانه، چقدر کار شده، چقدر کار دیگه در پلان ماست که ما مطابق پلان خود پیش میریم. در سطح ولایت جوزجان کل یه خبر داره که در اواخر ناامنی ها تمام کشور ما دور نمیریم، همسایه نزدیک ما که مزار شریف است، حتی در کمربندهایش جنگ رسیده، شارهایش به کلی تخریب شده، لیکن به او سطح که جوزجان گواه ناامنی باشه نبوده و نیسته. گره مشکل در کجا است واقعا؟ گره مشکل، مشکلات که ما از مرکز داریم، در حساب تشکیلاتی ما مشکل داریم، در حساب که از نظم مردمی که پشتیبانی مردم در بالای ما بود، در یه آخر دشمن هزار طریق میخواید، نه تنها که عملات خود اینا گسترش میده، از حساب نفوسی هم در بین باز ولسوالی های ما اینا میخواید که نفوذ کنه، از طریق مردم امیر ایزان مردم را خراب بکنه. که یعنی کار واقعا کردن مردم نصد پلیس حالا بیوار شده به نظر شما؟ اکثر باز جایا یک تعداد محدود بود که ما توانستیم جلو وزیر را بگیریم. شما خبر دارین که در روز پیش در ولسوالی فیض آباد ما همین شایعات پخش کرده بودن که گویا ولسوالی فیض آباد در درون خود ولسوالی سقوط میکنه، نه پوستای جا به جای میمونه، لیکن ولسوالی خودش سقوط میکنه. این یک جنگ فکری را انداخته بودن دشمن در بین مردم. و این یک محدود یک چند نفره بود که شناسایی شد توسط نیروهای امنیتی، توسط پلیس، توسط ریاست امنیت ملی شناسایی شد و از این جلوگیری شد که فعلا فیض آباد چیز مشکل نداره. این بسیار یک چیز کلان بر ما خلق کرده بود که چند نفره که در اونجا بود گویا که شما جنگ نکنین. این فقط جنگ فکری هم داره که ما برای مردم این چی میکنم که جنگ فکری طالب بازی نخورن. طالب به او سطح نیست که ولایت سقوط بته یا کدام ولسوالی ما را سقوط بته. اما دو ولسوالی شما به دست طالب است. خود نظر به شرایطی که ما داریم، مثال ولسوالی قشتیپه و درزابه که شما پیشتر یادآوری کردین، پیش ما گرفتن از کدام مشکل نیست. پس شما نمیگیرین. خب باز مشکلاتی که ما در سطح ولایت خود داریم، ما گرفتن یک طرف قضیه است، نگاه کردن یک طرف قضیه است. ما میخواهیم اگر بگیریم دوباره با کل و نمو قراجات و با ساحه که در سطح ولسوالی است با مو پشت باید بگیریم و او را حفظ بکنیم، چون مردم باید در امن باشه. کدام اقدام صورت گرفته به خاطر پاکسازی درزاب قشتیپه؟ بله، ما پلانگذاری کردیم، آماده عملیات هستیم، صرف به خاطر کاهش خشونت که اصل نیت رئیس به جمهور بود، به خاطر دوحک پروسه صلح ادامه داشتک، همه عملیات های ما متوقف شدک. فعلا ما ترکاتی که عملیات گسترده که در ولسوالی بکنیم اجازه زیر نداریم. اگر ما داشته باشیم برای ما کدام سختی نداره. یعنی فقط نیروهای امنیتی فعلا در حالت تهاجمی قرار دارن. در حالت تهاجمی قرار داره. اگر دشمن در کدام بیز ما، در کدام ولسوالی ما حمله میکنه، ما جواب دندان شکن داده میتونیم. اینطور که خود ما پلان گذاری بکنیم در ولسوالی حمله کنیم، تا که مشکل دوها حل نشه اجازه رو نداریم ما. وضعیت بزرگراه یا شاهراه بلخ جوزجان چطور است حالا؟ ولایت جوزجان 150 کیلومتر سرک پخته داره که با ولایت ها و بندر آقینه ما تامین امنیت میکنیم. به فضل خداوند برای کلگی معلوم است که ما از آقینه حرکت میکنیم در سایه جوزجان میایم، تا جوزجان چیز مشکل نیست. و او طرف
از جوزجان تا ادبخشی سرپل میریم چیزی مشکل نیست. از خود جوزجان الی ادبخشی مزاره که 75 کیلومتر مسافه داره. ما مشکل عمده که طالب در مسیر را برای یک نفر تا کنه نداریم. ما داریم در دو نقطه مشکل. یکی در شامرزا مشکل داریم، یکی در شیخانه عربیه و ازبکیه که در فیض آباد است. گاهی اوقات از طرف شب یا روز از راه دور تهدید میکنه. از کجا میان؟ طالبان بیرونی هستن، بیرون از ولایت هستن یا طالبان محل هستن؟ شاید ما... شما بفهمین استخباراتی گپ حتما معلومات داریم. ما طالبای داخلی هم داریم، ما طالبای خارجی هم داریم. فعلا در اولسوالی آخچه. اولسوالی آخچه ما یکی از پایگاه های دشمن هست. لانه هایی که اونجا برای خود یک جای همین جور کردن هست. که ما چند پیش پلان عملیات داشتیم، به خاطر همین مشکلات پروسه صلح متوقف شد که ما از طرف خامیا پا آمدیم در اولسوالی منگجیک داخل شدیم. بسیار تلفات سنگین دشمن داشت و دشمن هم فرار کرده بود که ریشتفیدار را برای ما روان میکرد که شما این کار خاتمه بتین، ما عملات خود دیگه در بالای پوسته ها نمیکنیم. در اونجا لانه هایشان هست که از اونجا میان در مسیر سرک میبراین به خاطر یک مقدار پول اینا جنگ میکنه و از مردم بازگیری و اخوزی میکنه. داشتن اونجا فکر میکنم هنوز هم جریان داره درآمدشان از موترهای کلان. بله در مسیر شارای جوزجان مزار باز اوقات در هست در شامرزای ما میبراید. او تو طالب نیکه در سرک برای از راه دور چون مردم ملکی هست، تانکر تیل داره، به خاطر تیلشان پترول هست یا تایک هست، به خاطر تخریب از او که از دور اونا را فایر میکنه سرش. ما تقریبا 1.5 کیلومتر ساحه که دشمن برآمد همواری کاری کردیم. دشمن اونجا برآمدن نمیتونه از طرف روز. یعنی ما که یک رینجر رفت آمد کرده تا فیض آباد میتونم که یک توسط یک تان رفت آمد کرده میتونم، لکن ما دیگه شارها نمیتونیم که قطار بزرگه که میریم کمین میخوریم و همونجا ذوب میشه کلش. لکن در جوزجان به اون سطح نیسته. این ما منکر نمیشیم که نه اخوازی نمیکنن میبراین چون مردم ملکی بیدفاع است. میبرای گاهی اوقات ما خود ما رفتیم موتر استاد کردیم که تو چرا استاد هستی؟ ولیکن ما برم موتر مرا تیجا غراز نمیگیره، موتر مرا نمرا گذاری شه در تیمرک مرا دور میتر، موتر مرا دور میتر. اگر ما مشکل سر تا سری حل بکنیم رای مزارم برای ما نتونه، ما میتونیم که از مردم دفاع بکنیم. در خیر از او در هیچ اگر استاد نکنه در تیمرک استاد میکنه که از یه فرار کرد هم مجازات میشه هم موتر شریق میشه. شما در جریان صحبتتون در یک مسئله بسیار مهم اشاره کردین، گفتین که مشکل در تشکیلات نظامی است و همچنان در مرکز. میشه واضح‌تر صحبت بکنید مشکل در مرکز چی است؟ میان مشکل در هماهنگی وجود داره؟ برای کل اگه معلوم است که پلیس در ابتدای دولت انتقالی تشکیل شده بود در سطح مملکت ما، شما پلیس برای ما پرسنل برای ما داده بود که در وقت زمان ولایت جوزجان در خط سبز بود. کدام طالبه، کدام دایشه، کدام خرابکاره در سطح ولایت ما نبود. صرف به خاطر تطبیق تنفیذ قانون داده بود برای ما. شارهای ما را صرف یک بلوک داده بود که صرف به خاطر که دوز نبرای شارها تخریب نشد داده بود. لکن برای جنگ فعلی که امروز سر از این ملت است، این تشکیل مناسب به اون نیست که ما ایرا از طریق ولایتم، از طریق وزارت خودم ایرا کل بزرگان را در جریان ماندیم و سر از کارم جریان دارم. اگر پروسه به این قسم باشه که دشمن عملات خود سر پوستا و سر شارهای ما بکنه، سطح تشکیلات بالا میره. ای شما گفتین مکتوب هم فرستادین یا بزرگان هم در جریان گذاشتین، پرسپول کردین که چرا به خاطر افزایش تشکیلات نظامی کار صورت نمیگیره و عملا کار حکومت مرکزی کار نمیکنه؟ در سطح تشکیلات ما در سطح مملکت خود مشکل داریم، چون در اولای جنگ جنگ ها تو طرف هلمند و فرا و نیمروز اونجا به شدت جریان داشت. تشکیلات اکثرتش طرف هلمند روان کرده بود، طرف نیمروز و فرا و طرف جنوب روان کرده بود. فعلا جنگ سمت شمال آمده، ما گواه جنگ در سمت شمال در کل ولایت هایش هستیم. از این نایت تنها ولایت جوزجان نه، کل ولایت های سمت شمال ازش شکایت داره.
بین در مورد در سطح شهر خود مثال ما قانونی چهار نایه شهری داریم. چهار نایه شهری نظر به نفوس ولایت است. در این ما سه حوزه داریم. قانونی باید هر نایه یک حوزه امنیتی باید داشته باشه که برای هر فرد ملکی که در سایه زندگی میکنه اما تشکیل پلیسش برایش معلوم باشه که اینقدر تشکیل پلیس داریم که بتونه تامین امنیت کنه. لکن فعلا نظر به تشکیلات این مشکل ما داریم. حداقل هم کسانی که در نزدیکی ناحیه یا در نزدیکی حوزه زندگی میکنن امنیتشون تامین است؟ بله. در داخل شهر شبرغان؟ بله. بیاین در مورد نقش و سهم مردم جوزجان به خاطر تامین امنیت هم شما اشاره بکنین. چقدر مردم میتونن نقش بازی بکنن؟ این خب برای کلگی معلوم است سهم مردم خصوصا در بخش امنیت، در بخش مردم مفکوریش تغییر دادن که چند دقیقه پیش مکت علما یک جلسه داشتم. ما نمیتونیم تنها مردم را دعوت بکنیم در امنیت و در کل چیز که یونیفرم. ما میتونیم از منبر مسجد هم مردم را دعوت بکنیم. ما میتونیم از طریق میدیام بکنیم. ما میتونیم از طریق جامعه مدنی هم بکنیم دعوت. دیگه سهم مردم در ولایت جوزجان قابل قدر است. کل اگه مردم جوزجان با نیروهای امنیتی خود سهم فعال داره. اگر سهم فعال نمی داشت بهمی شرایط فعلی که در مملکت ما هست جنگ به اوج خود رسیده لکن دولت جوزجان احساس از این کس نمیکنه که جنگ است. جنگ ما بردیم دور. اگر تلفات هم دادیم، اگر ضایات هم دادیم لکن نماندیم که صدای فیر شهر ما بیا از زان مردم ما خراب شود. طالبان متورشتن طرف اولوسالیا. در اولوسالیا خود داریم طبعا. ما در اولوسالیا خود هر شب که تیر میشه ما درگیری داریم. بله. و اونجا هم افراد ملکی هم آسیب میبینن. گاهی اوقات دشمن از خود چون بیشتر مسئولان نهاتای امنیتی میگن که طالبان جنگ خانه به خانه را شروع میکنن در بعض اوقات. برای کل اگه معلوم است دشمن کدام پایگاه ثابت در کدام ولسوالی در کدام قراجات نداره. پایگاه از او کجا است؟ خانه مردم است. سپر میکنه مردم سپر میکنه. میاید تیرکش میکشه از رو بروی پوسته خانه یک شخص است. پس متضرر کی میشه؟ مردم. ما کوشش خود کردیم که در جنگ ها مردم ملکی ما آسیب نبینه. حالی هم مردم انتقاد میکنه که ما یک عقب ماندیم، مشکل ما اینمیست، کوشش میکنیم که یک فرد ملکی اوگار نشه. اگر اوگار هم شوه برای کلتان معلوم است که اول خود میدیا صاحبا و جامعه مدنی و کل مردم میارن در پیش ولایت و قماندانی همو جنازه شخص هم اندازه که ایده نیروهای امنیتی ها چی کرد و ما در مقابل جابگوی هم هستیم در افتخار میکنیم لکن دشمن نمیکنه ایده. ما اگر یک دشمن جنازه ایش یا یک چیش باشه ما دشمنی داشتیم که خود یک فرد نداریم که جنازه یک نفر. ما هزار دفعه ما در صلیب سرخ دادیم برش تسلیم کردیم. منعیس دولت بی‌حرمتی دقیق شهدایی که از پلیس بود یا از اردو بود یا از مخالفین بود نکدیم لکن اونا در مقابل شهدای نیروهای امنیتی بی‌حرمتی هم میکنن لکن ما منعیس دولت نمیکنیم این کارا. به اون خاطر ما نمیتونیم که در قریه یک نفر طالب در آیا ما به خاطر یک طالب قریه را عوار بکنیم که ما قریه را میگیریم و انتقاد مردم هم است که چرا دولت نمیگیره. خود دشمن مردم را سپر کرده پیش ریم. درست. یک وقفه کوتاه داریم و پس از وقفه این برنامه ادامه خواهد داشت. سلام مجدد، ادامه گفتگوی ویژه است. مهمان من در استودیو عبدالواحد وجدان فرمانده پلیس ولایت جوزجان است. در کنار ایشان شماری از شهروندان شهر شبرغان حضور پیدا کردند و پرسش‌های امنیتی ایشان را در جریان برنامه مطرح خواهند کرد. آقای وجدان، شما هر از گاهی در خط نبرد هم اشتراک میکنین، سربازان هم میبینین، عکس‌هایتون ما از طریق صفحات اجتماعی میبینین، در اولوسالیا سفر میکنین. روحی سربازان که در خط نبرد قرار دارن و با حراس افغانان میجنگن چگونه است؟ روی سربازهایی که در خط اول می جنگه روی بسیار بالا داره. اگر روی بالا نداشته باشن خود او سنگره که شب تا صبح سرشان مثل باران مرمی می آید باز هم هزونمو پوسته و هونزمو
خاک خود از امو ساحه و از امو قریه خود دفاع میکنن. گاهی در محاصره میمانن؟ بله، در شرایط جنگی در محاصره مانده و ما هم یک نیروی ریزرفی در سطح ولایت خود داریم، در سطح ولسوالی خود داریم، ها نوایت اقدام کردیم، اکثریتش از محاصره نجات دادیم و او را به خاطر تکیمات و تقویه و تشویقش خود ما رفتیم. چیزی که در دسترس ما در سطح ولایت است بردیم برشان، امکانات معیا و تجهیزشان کردیم، دوباره اونا آمده از این دفاع از این ولایت و از این سرزمین شدن. درست. حال نوبت رسیده به سوالاتی که دوستا داشته باشند. کسانی که سوال دارن میشه دستشون رو بلند کنن. سوالات هم در مورد اوضاع امنیتی است. خب بفرمایید، ما که برسانیم همکار عزیز برای دوست ما خود معرفی بکنیم و سوال دارن مطرح بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، عبدالستار جلال هستم، یکی از شهروندای شهر شبرغان. تشکر از شما از اینکه در برنامه حضور یافتین، تا اینکه به شکل حضوری در مقابل مردم شهر شبرغان سوالاتشان پاسخ بدین. از زحمات و فداکاری ها و خدماتتان که در امر تامین امنیت انجام میتین ما سپاسگزاری و قدردانی مینماییم. اما بس در قسمت مشکلات شاهراه، ما سوال ما مشخصا در قسمت شاهراه است. جناب قماندان صاحب، من باور دارم که در دو سال اخیری که وضعیت شاهراه شبرغان مزار خراب شده، تا هنوز والی ولایت از این را عبور نکرده، به شکل زمینی از شبرغان مزار نرفته. با این شکل باور دارم که رئیس شورای ولایتی هم نرفته، رئیس امنیت هم نرفته و به شمول شما هم فکر نمیکنم که از شبرغان تا مزار به شکل زمینی رفته باشین. و سایر مقامات دیگه که در ولایت هستن مثل رئیس آبا، اونا همیشه منتظر هستن تا یک چهربالای نیروهای امنیتی هستن، به اون شکل اونا هوایی میرن. آیا گاهی شما من حیث کسی که مسئول تامین امنیت مردم هستین در این ولایت فکر کردین که این مردم بیچاره دیگه که زمینه چرخبال برشان مساعد نمیشه، اینا باید چه قسم عبور کنن؟ طالب تنها رئیس و والی و وکیل کار ندارن، حتی یک کارمند عادی که باشم او را اونو کار داره، حتی یک تجار هم کار داره. من متاسفانه امروز با کسی سر خوردم که یک دکاندار بوده که به خاطر چند لگ افغانی که پیش بودن زخمی ساختن دارن. ببینید قماندان صاحب، هر جوانی که اینجا هستن، هر کدام اینا بر پدر مادرش قماندان امنیت است، هر کدام از اینا بر پدر مادرش رئیس امنیت است، هر کدام از اینا والی ولایت هستن و هیچ مویرم گفته نمیتونیم که در بین ازنا اینا والی آینده جوزان نیست، قماندان امنی آینده جوزان نیست، همین ازنا به نزد خود شخصیت های خواستن، یعنی جان ازنا کمتر از جان مقامات دولتی در جوزان نیستن. من متاسفانه تا دو سال که در این وضعیت در شهرها ما وضعیت ناهم داریم، هیچ اقدامی در جوزان نشد. شما عملا گاه خود شما بریم طالب به شکل بسیار نرمال روی سرک استاد هستن، هر زمان که خواستن چک بند میکنن، هر کس را خواستن پایین میکنن و امو چند پوستی که در مسیر را هستن هیچ اقدامی بر نجات مردم نمیکنن. موضوع دارم در قسمت عزیز شما اقدامات داشته باشین و بر ختم از این موزل شما فعالیت سر. تشکر آقا جان، سوالتان گرفته شد. دیگر دوستان بگه سوال داشته باشن بفرمایید. شما مایک باشن برسن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، درود میفرستیم بر روح و روان پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. با کسب اجازه از حضور قماندان و تمامی هموطنان ولایت جوزجان، نهایت خرسند هستم امروز جناب قماندان به امنیت را با خود داریم که اونا آماده هستند در مقابل پاسخهایی که شهروندان دارن، سوالات که دارن پاسخ بدن. و البته قسمی که دوستای ما فرمودن، ما هیچ وقت تلفاتی که یا همچنان قربانی هایی که نیروهای امنیتی به شمول پلیس داده، ای را ما عادی نمیگیریم. پیش ما قدر عزت و حرمت این کسایی که در خط نبرد اول جنگ می جنگند بالاتر است. و همچنان من از جناب قماندان صاحب دو سوال مشخص داشتم. قسمی که شما فرمودین طالبا به خاطر امتیازگیری در دوها حملات خود را بلند بردن، بقیده شما ظروف کار در کجاست؟ آنها در صدد امتیازگیری باشه، پس ما جان ما مردم چی میشه؟ ما باید تلفات بدیم. و همچنان سوال دیگه ما، شما در لاوالای صحبتاتون فرمودین تا زمان حل نگردیدن مذاکرات دوها پلیس حق حمله را ندارن. آیا تا زمانی که این معضله حل نشه ما باید قربانی بدیم؟ تشکر. بخیر باشد. دیگه از دوستای ما
از دکتر خانم ها که سوال ندارند. بسم الله الرحمن الرحیم. من سید رسول سادات هستم، فعال مدنی. من سوال مشخصم از جناب وجدان سوی فرمانده امنیه جوزجان ای بود که در رابطه به فروش مواد الکلی و مشروبات الکلی مخصوصا تابلت که در شهر و در بازارها به شکل آزاد فروخته میشه و استفادهش هم بسیار عام گردیده، در این قسمت اقدامات پلیس چی بوده و اشخاص افرادی که در این قسمت گرفتار شده و شما چی کار کردید؟ سوال مشخص دوم، تمام شهروندان امشبا شاید از این است که از طرف شب تیاره بنقص میزنه، بر کسی واضح نیست که تیاره بر چی است، بر تامین امنیت است، این سبب نگرانی ما شهروندان شده، میشه که در این قسمت هم شما وضاحت بتین. و سوال دیگه ما در قسمت فایرهای هوایی بود، ما شاید از ایستیم که شما با هماهنگی سایر ساختارهای نظامی شما اقدامات گرفتین و به می شکل شما آمادگی خود گرفتین، اما فایرهای هوایی در سطح شهر هیچ کاهش نیافته، هر شب ما شاهد فایرهای هوایی هستیم. بسیار تشکر، سوالاتون گرفته شد. باز نوبت بر دیگه دوستان میرسه. آقای اوجان در مورد تامین امنیت شهر صحبت پرسش مطرح کردن، آقای جلال گفتن که هر کس نمیتونه که با چرخبال سفر بکنه به مزار شریف. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما مشکل هموطنهای خودم میفهمم که هیچ کس از چی بالاتر نیسته، کلگی در بین از اینا والی هم هست، در بین از اینا قماندان امنی هم هست، در بین از اینا وزیر هم هست، هر کس بالاتر هست از کلگی هست. تنها جان ما مهم نیست، تنها جان ما و از والی صاحب و از رئیس صاحب امنیت و از باز رئیس صاحب ها در سطح ولایت مهم باشه. ما در بخش شورای خود تدابیری که ما در سطح زون داشتیم رفتیم در مزار، این مشکلات که قماندان قلوردو که ارگانهایی که در سطح زون کار میکنه برای ما که در زیدا شریک ساختیم، تا جای در سطح ولایت جوزجان به او حد تهدید نیست که ما نگرانش باشیم. و این را ما در اون جلسه که در قلوردو داشتیم خودم شخصا ما گفتم اگر مزار با امی عظمتش که در سطح زون کار میکنه، قلوردو همیجا است، قطعات مستقل همیجا است، تشکیلات بسیار بالا داره، بگیره مسیر رای عدبخشی الا بلخ اینا امنیت چه بگیره، جوزجان بانه برای ما با امی امکانات ناچیز خود ما همی شهروانده خود امنیت چه میگیرم. لیکن مشکل ما از کجاستی؟ دانه سرطان واره برای ما از طرف همسایه آمد. حالی هم اقدر نگرانی که در سطح ولایت بلخ است برای ما نیسته. ما از جوزجان حرکت میکنیم، از بدبخشی تیر شیم، چک پوینت دشمن است. پس ما هرچی که امنیت تامین در اینجا بکنم بیفایده است، او طرف مردم رفته نمیتونه. دوچار مشکل او طرف شده برای ما. که بالاخره آساسا سراحت کردی طرفم، حالم به فضل خداوند ایرم برای شما وعده میتم که ما از طرف شب اگر نتونیم نظر به مشکلاتی که داریم، از طرف روز تامین امنیت تا حد بخشی را هر شهروند خود میتونم که تامین امنیت بکنم در جایی که آسیب پذیر است، حتی تانگ استاد بکنم، مردم رفت آمد بکنه بدون مشکل و حتی خود کنم سر. لیکن در سطح ولایت بلخ ما مشکل داریم. ما امیر رفتیم، ما امیر خود ما شریک ساختیم، بیخی ما قماندان صاحب قلوردو را گفتم تا می غیرت بکن ما می غیرت میکنیم. که چی بود پاسخشان؟ پاسخشان که ما یک عملیات بزرگ را اندازی میکنیم، بیزای بسیار ثابت تا چیز ایجاد میکنیم، تامین امنیت میکنیم، عملیات شارهای فاریاب و جوزجان ختم شد، پلان بعدی ما مزار بلخ است. من گفتم سه ولایت فعلا، ولایت سرپل، جوزجان، چهار ولسوالی فاریاب، ما از این شارا عبور و مرور میکنیم. حق اولیت از ماست یا از کدام دیگه است؟ این را تامین امنیت بکنیم. ما نمیتونیم از بخشی یک قدم پیش بریم. مشکل ما پس با این مزار شده. پس با این حال شما میپذیرین که ضعف در نهادهای امنیتی وجود داره؟ در سطح زونا داریم ما مشکلات. به خاطر گفتم جوزجان، شهر جوزجان الی حد بخشی 75 کیلومتر
ما مسافه داریم که ما میتونیم تامین امنیت بکنم به هر شکلی که باشه. میریم خود ما اموجه ما گفتیم که رئیس امنیت هم بود میریم خیمه میزنیم اموجه به خاطر امنیت شهروندای خود مردم رفت آمد خدا بکنه. لکن مشکل ما در کجاست؟ برای کل اگه معلوم است ما از بخشی تیر میشیم کل مشکل ما در مسیر مزار میشه. یعنی شما میشه اگه سوال داشته باشین ما که براتون برسونم. خب دست از عد بخشی هلا جوزی جان کل پست ها موجود است، حتی پست پنج نفری ما موجود است. در کدام است که میگین پست ها اگر نیست؟ درست بگوین برام که پست ها نیست. آقای جان تامین امنیت در مورد پست ها پریده و نیست در مسیر مزار است. بله و سوال بعدی که پرسان کردن طالبان حمله میکنن از مردم قربانی میگیرن و پلیس یا نیروهای امنیتی در حالت تهاجمی قرار دارن دوست ما پرسان کردن تا که نتایج گفتگوهای صلح مشخص شود. برای کل اگه معلوم است فرق بین طالب و دولت چی است؟ اگر طالب هم کار میکنه دولت هم کار بکنه تفاوت بین ما و طالب چیزی نیست. چرا ما فعلا آمدیم به پیش با پاسخ میگم ما دولت هستیم. وقتی که یک پروسه صلح مطرح شد و کل بزرگاه در اونجا رفت تک اینمی دولت دمی مستقم است دمی محکم است که تا ختم امی باید عملات تهاجمی خود باید ختم بده که دشمن تخطی میکنه یار کدامش ثبت شده رایسته. ما نمیتونیم که دشمن اگر تخطی بکنه ما بکنیم. دشمن اگر طالب تو را میگیره در مسیر را تا بکنه ما در پشت پاسخگوی هستم. چون فرق بین ما هسته. اگر طالب حمله کرد ما حمله بکنیم پس همه جامعه جهانی و همه کشورهایی که در این مملکت آمده برای ما کمک میکنه و پس میگه خود دولت نیستی. به او خاطر فرق بین ما بین طالب هست. اگر طالب حمله میکنه ما دولت دفاعی هستیم تا وقتی که پس برای ما از مرکز امر بیاید که فرمان بیاید که شما از حالت دفاعی خلاص هستین دولت تعرضی هستین من بعد ولسوالی در زاپ چیره و سال هاست که این هدایت نامد از مرکز برای شما در مورد مدت تقریبا از 8 ماه بالاتر میشه که این پروسیجر دوام داره. در مورد فروش مواد مخدر اشاره کردن صدا صاحب اگر کدام در بخش مواد مخدر در سطح ولایت جوزجان ما هست در سطح کل ولایت ها هست در ولایت جوزجان ما هست ما مسئولیت تنها ولایت جوزجان دارم که در پیشگیری شما هستم و برای شما پاسخ میدم. ما دست با علاشه نشیشتیم کسایی که خرید فروش میکنه یا از استفاده میکنه هر آن کس ما گرفتیم در پنجه قانون سپردیم که اسناد چیزاش پیش ما هست. مثال یک نفر مشروبات الکلی سودا میکنه 5 لیتر یا 10 لیتر ما دستگیر میکنیم لیکن نیکی در کت جزای سارنوالی جرم از این کمتر باشه که این بعد از رهایی جریمه نقدی پس رها میشه کار خود میکنه این مشکل پلیس نداره. ایره ما اجرات خود کردیم چون در کوت جزا بر از اینا جزای سنگینه که برای دیگر های برد شوه گرفته بعد نظر نشده که ایره ما مطرح کردیم صرف یک جریمه داره اینا باید اینا در قانون همین مواد مخدر یک جزایی که حفظ شوه یا اینا یک جزایی دیده شوه که برای دیگران راد شوه نیست در مقصم او تو مواد فروش شد اشار نیست که ما یک دفعه دستگیر نکده باشیم و در سارانوالی روان نکده باشیمش یا دکانش برو لاک نکده باشیم یا فامریکیش رفته با سارانوالی و با ارگانایی که در این دخیل هستن او را تخریب یا از بین نبرده باشیم. یعنی حتی فامریکه وجود داره. در مورد پرواز یا طیارهایی که در از طرف شب در آسمان شبرغان پرواز میکنن بگوین نگرانی مردم برای طیارهایی که در اواخر در بالای فضای از ولایت جوزجان میبینین برای کل اگه معلوم است که در اواخر باز عملات دشمن به حد به اندازه در ولسوالی ها در سطح ولایت ما یا ولسوالی های همجوار ولایت هایی که قطع ما همجوار است تعدیدشان خیلی بالا است که میخواین باز ولسوالی ها را اینا تحت تصرف خود بگیره. به او خاطر
در فضای همی چند ولایت ما تیاره داریم. خدای نخواسته اگر میخواه اینا در یک ولسوالی در یک جای حمله میکنه، ها نواید تیاره میتونه که دفع تردشان بکنه. تیاره به خاطر کدام مشکل دیگر نیست، به خاطر مایه است. ما هر شوکت تیاره که در آسمان است تماس داریم، جایی که سر پوست های ما حمله میکنه دشمن یا تجمع کردن یا میخواین که حمله کنن، ما کوردینات از او را میتیم، او را در موجا تیاره از بین میبره. بله آقای جان، چند مدت میشه که ما از طریق صفحات اجتماعی تعقیب میکنیم شما جلسات صبحگاهی دارین، صبح وقت فکر میکنم امرای دیگر مسئولان رؤسای دیگر در جوزجان، در این جلسات شما چی میگن؟ ما یک جلسه به نام جلسه ششنیم که مکتوب آمده که در جناب والی صاحب در رأس هسته، خودم هستم، رئیس صاحب امنیت هسته، شاروال صاحب هسته، دیگه از وکیل صاحب ها هسته، جامعه مدنی هسته، میتونن در اشتراک بکنه. به خاطر بهبود شهر، به خاطر امنیت شهر، به خاطر گزارش دهی واضح برای مردم، به خاطر میثاق شهروندی در ولایت ها. چقدر میشه جلسات جریان داره؟ تقریبا 7.5 جلسه، 7 جلسه که در ولایت داشته ما گرفته میره. تاثیراتش چی بوده برای تامین امنیت در شهر شبرغان؟ در تامین امنیت داره باز چیزای خدا که ما میتونیم هر صبح در هر پوستی ما که مشکل باشه ارگانایی که در این ولایت هستن، مثال لوا هست، قماندانی هست، میشینیم در مجره بس میکنیم، نمیمونیم از ازی یک مدت تیر شوه که او پوستی ما خدای نخواسته دوچار مشکل باشه یا شهرهای ما کدام مشکل داشته باشه، این را بانیم از این هفته در هفته بعدی که چی وقت ما جلسه میشه ما این را مطرح بکنیم. این ها نوایت همون صبحی باید حل شوه، اون همونجا تصمیم گرفته میشه. این را با کی مطرح میکنیم؟ با جناب والی مطرح میکنیم؟ بله، یک بخش کاریش هست، یک بخش کاری از این به خاطر میثاق شهروندی و نظم داخل شهر است. که ما چرا قم داخل شهر نظم خود جور بکنیم؟ شما خبر دارین که در اواخر نفوس ولایت جوزجان بیشتر از جایی که ما در سطح ولایت داریم بالاتر رفته. این ما وسط داده رایستیم، مثال کل مردم در دو راسته جمع شده. خدای نخواسته اگر اینجا یک انفجار صورت بگیره، یک ماین چسبکی، یک واقعی که چی شود، در اینجا بسیار از ما هموطنان ما آگاه میشه. به او خاطر هر روز ما از او تصمیم میگیریم که برن، مثال رسته بزازی سر چوک هلا آخر تعمیر عبدالرحمن پالوان چی حالت است؟ باید ترتیب تنظیم شود، فلسکاری ها برش جایش معلوم باشه، باید برن نجاری ها باید در جایش معلوم شود، نجاری ها باید در سرای باید معلوم شود جای برش ترکاری فروش ها، همه قسم یک نظم شهری، یک میثاق شهروندی رو در چی میاریم که کل اگر جایش معلوم باشه و شهر وسط پیدا کنه تا مردم بتونه که پشت سودای خود میست با سهولت یک جای محترم خود استفاده کنه، سودای خود بگیره بره. به خاطر ازی هست، به خاطر بهبود. پس این جلساتون برای کاغذ باقی نمیمونه بلکه جنبه عملی نمیمونه، عملی دوام دارد. صبحی برین شما میتونه هر کسی جلسات ما میتونه که شما اگر این چی کنین سبا ما این جلسه را در یک مسجد بگیریم، کل مردم را جمع بکنیم، در یک قیه بگیریم، در یک حوزه، در یک سمت بگیریم، مردم در او اشتراک کرده میتونه از او سوال بکنه، کل ما در اونجا هستیم. این تنها در زیر یک سقف نیست که ما هر روز باید در ولایت بریم جلسه بگیریم و همونجا در روی کاغذ و در پیش خود ما بانه، به این شکل نیست، باید ما برایم از اونجا. مثال بیاییم همین قسم والی صاحب هم بیاییم، کل اگه بیاییم که مردم جمع شده گزارش به تعظیم جلسه ششنیم، که در جلسه ششنیم چی میگذره؟ امیدوار هستم که جناب والی صاحب در این برنامه حضور پیدا بکنن، هرچند یک سال میشه منتظرشون هستیم. در مورد تعداد بلند امنیتی شما اشاره بکنین، کدام نقاط جوزجان متوجهش است؟ تعداد بلند امنیتی در سطح ولایت جوزجان هیچ نقطه شهر ما به تعداد بلند بالا نیست، کل جای وضعیتش نرمال است، صرف جرم جنایی هست. منظورم از جوزجان ولسوالی هم است. در ولسوالی ما داریم، در ولسوالی ها تعدیدات خود داریم، مثال ما دو ولسوالی ما زیر تعدیدات بالا است، که ولسوالی مردیان و منگجیک باسته به خاطر مسیر راج مسدود است،
ما به وقت زمانی را امایه کرده و اکمال کرده نمیتونیم. پس به نو ماسر است؟ به نو ما ماسر است بلیسه. ما از طریق هوایی را اکمالاتش هم میکنیم و پرسنلش هم از طریق هوا تکمیل میکنیم. کل چیز ما از طریق هوا است. دو ولسوالی که ما در سطح ولایت خود داریم نمیتونیم زمینی. وقتی با که توسط وسایل، توسط نیروهایی که مستقر در مرکز داریم یک ولسوالی، یک پستی خود را امایه کده نتونیم، محصره بگوییم دیگر. دیگه ولسوالی با فضل خداوند چیزی نیست، به اونجا هم به اون سطح نیست که دشمن در اونجا موفق شود. ما تدابیر خود از لحاظ یاشه، پرسنل، مهمات، تجهیزات گرفتیم برشان. باز هم که ما از مرکز رفت آمد نمیتونیم، یک چالش هست. احتمال سقوطش وجود داره به دست طالبان؟ نه خیر نیم. بسیار فشار آمد. چیزی که توان داشت دشمن زد در ورطوری منگجی که مردان هم نتانستک. به خاطر که ما را اکمال کردیم و ما ها نواید کمک کرد. مثال بفهمیم که چی هست؟ از طریق هوا ما را تیاره است دیسان میکنه. پس مردم مطمئن باشند که سرنوشت منگجی که مثل سرنوشت قوشتیپه و درزاب نخواد شد. دیگه دوستان اگه سوال داشته باشه. به نام خداوند بخشنده مهربان، ذبیح‌الله امیری هستم، یک تن از بخشندگان ولایت جوزجان. با حرمت که به قماندان صاحب و نیروهای امنیتی داریم، سوال ما برمیخوره به شارع مزار جوزجان که در قسمت خانقا موتورهای بزرگ باربری یا تیل و اینا میرن اونجا توقف میکنن و پولی که باید پرداخت کنن برای طالبان میپردازن و بعد از اون میرن. دیگه آیا 5 نفر یا 10 نفر نهایتش 20 نفر طالبه که در اونجا هستن اخاذی میکنن از این موتورها، آیا پلیس، ارگانهای کشفی، قماندانی امنیه و بیزایی که هست اردو اینا توانایی امی 20 نفر طالب برداشتن شدیجا ندارن از شهر؟ درست، تشکر. بفرمایید شما. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سوال ما از جناب قماندان صاحب در قسمت تامین امنیت شهر ولسوالی قوشتیپه و درزاب، ما میفهمیم که فعلا اوجا سقوط است و تمام همی ماجرین که از اوجا آمده در داخل شهر، یعنی در اطراف شهر یا شهرکای ساختن و یکی از اونا همی که از خود سخیابات تعداد زیاد ماین و مواد چیزام دستگیر شده، اینجا رفت آمد ما تا جایی که معلومات داریم رفت آمد امو تیم داعش و طالب در بینشار بسیار راحت اونا به از اون طریق قوم و اقارب خود داخل شهر میرن. در این سم نگرانی مردم از این است که خدای نخواسته سرنوشت شهر شبرغان مانند قوشتیپه و درزاب نشه و امو در سخیابات یا امو شهرکایی که او مردم آمده اونجا زندگی میکنه افراد مسلح هم زیاد دیده میشه. فقط تشویش مردم از این نایی است. درست. به نام یاد خدا، زیالا سرفراز هستم، یک شهروندان شهر شبرغان. من دو سوال دارم از قماندان صاحب. کوتاه مطرح بکنم. درست است. یکی که گفتین که این دکانایی که مواد مخدر مفروشه نورلاک شده و مثلا شما دستگیر کردین و بعد از اون گفتین که دوباره رها شده و دوباره اون دکانا کار خود را ادامه دادن. حالا فقط یک بار نورلاک شده یا یک بار دستگیر شده؟ اینا باید چندین بار که اگر دستگیر شوه، چندین بار که دکانشان نورلاک شوه، یک بار، دو بار، سه بار، بار چهارم کار نخواهد بکنن. سوال بعدی من این است که افزایش بمب‌های چرپکی در شهر شبرغان میشه که در این باره یک چیزی بگویم که در این اواخر خیلی ها زیاد شده بمب‌های چرپکی و ما شاهد تلفات شان بودیم که در این شهر شما قبلا نبود اما در این اواخر بمب‌های چرپکی خیلی ها زیاد شده. تشکر. تشکر. به نام خدا، خوشی احمدی سام. سوال ما از جناب فرمانده صاحبی است که شما در جریان صحبت‌هایتان گفتین که ما عملیات تهاجمی را عملی نمی کنیم به خاطر مذاکراتی که جریان داره. ما در حال حاضر در حال جریان هستیم که مذاکراتی که در بن برگزار شد در ژنو و همچنان مذاکرات پی در هم که در دوحه جریان داره. به نظر شما و دیشب که مذاکراتی که در خود هرگ و توسط شورای عالی مصالحه و همچنان تمام سران احزاب سیاسی که در اونجا حضور داشتن، نتیجهشان این بود که اگر نتیجه مذاکراتی که جریان داره به آتش بس و یا ایجاد حکومت موقت، شما و کدام از این دو خوشبین هستین؟ با ایجاد حکومت موقت و یا برقراری صلح و تامین امنیت؟ تشکر. بخیر باشه.
خواهش می‌فرمایید در مورد تعداد امنیتی در منطقه خانقاه پرسان کردن که گفتن 20 طالب مثلث، اما پلیس چرا توانش نداره که اونو را از بین ببره؟ در مسیر شورای بزرگراه جوزجان بلخ کلگی خبر داره که سال گذشته تقریبا ما 20 روز در مسیر بیزای خود ایجاد کردیم، هم در خانقا که بسیار زیر تهدید بالا بود که در سرک میبرامدن اینا رفتیم دو سه بیزی که ایجاد کردیم اونجا ایجاب میکرد ایجاد کردیم و بیزایی که در شخانا مد نظر بود او را ایجاد کردیم. در مسیر شارای ما توانایی ازیر با داشتیم که رفتیم بیز جور کردیم و تامین امنیت کردیم و حالی هم توانایی ازیر نیروهای امنیتی داره. مثال برادر ما سوال کرد که 6-7 تا دشمن هسته و ایره شما حسو کده نمیتونین، ما داریم حسو کده. دشمن گفتم پیشتر یک جای ثابت ندارن، ما چندین دفعه رفتیم به خاطر همی شامرزا که اخازی میکدن ما این را از ساحت دواندیم، همی گمرک که داشتن این را عریق کردیم، این را تجهیزات که داشتن از بین بردیم، باز دوباره که آمدیم صرف هینا چی میکنه؟ سر مردم عام، سر مردم ملکی فشار وارد میکنن که موتر شانتیر شد. ما خودم روزانه اگر این هفته یک دفعه فیض آباد یا آخچه در ولسوالی ها میرم تیر میشم میرم تا خود فیض آباد از بخشیر ایچ گپ نیست واسطه دو تانگ یک تانگ، لیکن یک تانکر یا یک موتر که در او یک مقدار پول است یا از او پول باید بگیرن سر از او فایر میکنه، او باید توقف کنه، او را توقف میته، او 2 کیلومتر رزمی جا او نفر پیاده میره در سایه خودش میپوله طالب کجاست، همه پول میته پس میایه و او مجبور است کارا بکنه. او مجبور است به خاطر چی مجبور است؟ به خاطر اگر ده اینجا با مو فایر ازی توقف نکنه، همو فایر هوایی که داره اگر نه ایره در مسیر شبرغان ما گارانتی میکنم که کس تا کده نمیتونه، لیکن در مسیر راه رو تا میکنه در مسیر مزار جد. یعنی میخوایم بگیم که در ساحه جوزجان اصلا مشکل وجود نداره؟ مشکل وجود نداره که یک نفر اینقدر احراس داشته باشه که من از جوزجان حرکت میکنم مرا در مسیر را دشمن پایان میکنم، به او حد نیسته. گفتم در همین 75 کیلو مسیر مسافه که ما داریم 2 جای ما زیر تهدید که وام به او سطح بالا نیسته، یکی شامرزا یکی شیشه خانه که وام از طرف شو برای ما را پول می یک وقت مثل یک دوزوار مبراین پس استاد شده نمیتونه سرک وقتی که با تانگ روان میکنم یا همه ولسوالی را که میگم حرکت بکن که نفر برامده پس میگریزن، لکن ما در ساحه مزار بیخی ثابت سر سرک ششتگیستن و مردم استاد میکنن و از اونا بازپرسی میکنن و تو از کجا آمدی و میخوای که محصل باشم پایان کده میتونه، اگر نیروهای امنیتی هم باشه پایان کده میتونه. پس اگر ما این مسیر هر چقدر تامین امنیت بکنم بیفایده هسته، باز در بخشی مزار که رفتک دوچار مشکل است. درست. و در مورد رفت آمد اعضای گروه داعش که از ولسوالی درزا متواری شدن آمدن در شبرغان، اینا مسکن گزین شدن میگن در داخل شهر میان، این واقعا شما تایید میکنید مسئله را؟ کسایی که از ولسوالی قشتیپه و درزا مهاجر شدن ها آمدن مثال در چند نقطه جوزجان جا به جای شدن، در سخی آباد است، در ایتمله است و در منطقه ترکستان در رای سرپل است، در چند نقطه که جا به جای شده، ما نمیتونیم به خاطر 2 نفر در ولسوالی قشتیپه یا درزاب داعش بود ما بسته ولسوالی را متهم بسازیم که شما چرا در اینجا آمدین و شما تروریست هستین. باز مردم هست از نامش استفاده میکنه، لیکن ما چندین دستگیری هایی که در اونجا آمد جا به جای شد داشتیم که فعلا در مابست هستن. وقتی اونا که می در داخل شهر برای مردم مزاحمت خلق میکنه ما مارام نیستیم نیروهای امنیتی هم، ما از هایی که حرکت میکنه ما هم در تپ تلاش هستیم چه رقم باید را بگیریم به خاطر چی آمده ای؟ اگر ما ایتو به پا
پروا اتستاد میشدیم، حالا بسیار انفجارا، بسیار کارا داخل شهر میشد. دیگه از نایه که مثال جوزی جان مثل قشتی پا درزاب میشه، نه یک خیال است. دایی بسیار چی باشین، جوزی جان قشتی پا درزاب نیست. شبرغان جوزی جان مرکز شهر تحت کنترول است. هر آن چیزی که در هر خلجا تیر میشه ما از او خبر داریم و در اونجا ما اجراعات خدا میکنیم. از این نایه بسیار شما نگران نباشین که گویا شبرغان در حالت سقوط است یا جوزی جان مثل قشتیپه و درزاب میشه. یک چند وقت پیش یکی از وکلای شورای ولایتی ما ولایت جوزی جان در حالت سقوط است گفت. ما تو من میرم منطقی خودت پیش خودت یک تحلیل بکو با کدام خاطر تیری گفتی که سقوط است؟ چطور سقوط میکنه؟ یه نگه با شاید باشه در این نزدیکترین وقت از اون طبال 8 ماه تیر میشه. و تو جناب وکیل صاحب یکی خود تو امیره بدون از این که تحلیل تجزیه بکنی امیره که گفتی تو این جوزی جان نیست. تو از آن مردم خراب نکو که جوزی جان سقوط میکنه، یه خیال است و هیچ وقت سقوط نمیکنه. جوزی جان هیچ وقت ولسوالی سقوط نمیکنه. جنگ است، جنگ تعاملی در ولسوالی های ما، در شهرهای ما، در باز قیلجات ما جنگ است. لکنی به این مانا نیست که خدای نخواسته ما پس بر میگردیم در 20 سال پیش که طالب باز میاد جوانای ما را، باز میاد محصل ما را از تعلیمات باز میمونه. یه خیال است، در این فکر نباشه. درست. و در مورد انفجار ماین های مغناطیسی یا چسبکی اشاره کردن، چطور از کجا میان گفتن و چرا جلوش گرفتن؟ ماین های چسبکی اصلا در ولایت جوزی جان یک مورد که به نام اسد که او از بین رفت، او پیش از پیش ماین چسبکی نبود که در زیر وسایط از او جایگذاری شده بود، خصومت های شخصی شخص بود. دهی کدام عمل عملش پیدا شد؟ سرش کار راست ها چی پیدا شد؟ سرنخ پیدا کرده؟ سرنخ پیدا شده. این عملات تروریستی که دشمن این کار را کرده نکرده که دشمن از قشتیپه و درزاب آمده باشه ماین چسبکی بانده او را از بین برده باشه، این کار صورت نگرفته. خصومت های شخصی بود که پیش از پیش در داخل اولیش در زیر چوکیش ماین گذاری شده بودی و چند ماین دیگه که از راه دور ریموت کنترل میشه از ترس در گلدان انداخته گریخته رفته. چسبکی که خدای نخواسته در سطح ولایت شده تا بالا کدام واقعی رخ نداده و ما این را کوشش میکنیم که جلو از این را بگیریم. هر روز در ساعت 6:30 بجه گزارش ما هست دایی که جایی که آسیب پذیر است، گلدانایی که ما در سطح شهر داریم، جایی که پلچکک هایی که داریم، کجا چک کنترل میکنیم. ما تو جایی نیست که ما سبکی چک نکنیمش. سرک شخص بدیریم ما چندین دفعه ما ماین پیدا کردیم. ما در شبهات خود آرام نشدیم، میپولیمش. درست. لیکن قابل تشویش نیست که در جوزی جان ماین چسبکی آمد دیگه کلگی زندگیش از هم پاشید یا کلگی دوچار از این مشکل شد. آقای جان فرصت بسیار کم مانده، من چند پرسش از ما میپرسم و اگر امکان داشته باشه بسیار کوتاه، اگر در حد بله و نخیر اگر شما پاسخ بدیم بسیار خوش میشم. از پیشتان شما میپذیرین که در امر مبارزه با مواد مخدر ناکام بودین؟ نخیر. تایید میکنین که افراد مسلح غیر مسئول در جوزی جان حضور دارن؟ به او سطح که مردم فکر میکنن نخیر نیست. ایره قبول میکنین که جرایم جنایی نسبت به گذشته در جوزی جان یا در مرکز شهر شبرغان بیشتر شده؟ جرایم جنایی افزایش یافته و جلوش گرفته شده رئیس فعلا. فشارهای سیاسی بالای شما وجود داره؟ نخیر. بسیار... فشار سیاسی وجود نداره. بسیار تشکر از اینکه در بحث ما شما حضور پیدا کردید. سلامت باشید. گفتگوی ویژه امشب در همین جا به پایان میرسد. تا دیدار بعد، بدرود.